شرق اورشلیم در چند هفته اخیر صحنه درگیری‌های روزانه معترضان فلسطینی با پلیس اسرائیل بوده. تقارن این ایام با ماه رمضان و 54مین سالگرد تسلط ارتش اسرائیل بر آن بخش از شهر بر شدت درگیری‌ها افزوده و با پرتاب چند راکت توسط شبه نظامیان حماس به اورشلیم در روز دوشنبه به اوج خود رسید. هوشمند میرفخرایی گزارش می‌دهد. اسرائیل شهر اورشلیم را پایتخت یک پارچه و ابدی خود می‌داند و یهودیانی که در شرق اورشلیم متولد می‌شوند شهروند اسرائیلند. از سوی دیگر فلسطینیان شهر قدیمی اورشلیم یا بخش شرقی آن را به عنوان پایتخت کشور آینده خود می‌شناسند، اما فلسطینی‌هایی که در این بخش متولد می‌شوند نوعی مجوز اقامت دائم دریافت می‌کنند که در صورت اقامت خارج از اورشلیم قابل لغو است. یهودیان و اعراب در 100 سال اخیر به دلایل گوناگون درگیر شدند، اما اقدام چند هفته پیش اسرائیل در جلوگیری از برخی تجمعات مذهبی در اورشلیم شرقی به حساسیت‌های مذهبی فلسطینیان در ماه رمضان دامن زد. این محدودیت‌ها تقریباً بلافاصله برداشته شد، اما گرد همایی های یهودیان ناسیونالیست توندرو به همراه جوانان ارتودکس در شرق اورشلیم و احتمال اخراج برخی از فلسطینیان از خانه هایشان به شدت گیری برخورد ها منجر شد. جمعیت یهودیان شهرک نشین در شرق اورشلیم 220,000 نفر است و یهودیان و فلسطینیان در مورد مالکیت برخی از خانه ها در منطقه شیخ جراح اختلاف نظر دارند. دادگاهی در اسرائیل به 4 خانواده فلسطینی که چند نسل در آن محله زندگی کرده اند پیشنهاد کرده تا در برابر تفویض قطعی مالکیت زمین این اماکن به شهرک نشین‌ها به عنوان مستأجر در همان خانه‌ها باقی بمانند، در حالی که فلسطینیان می‌گویند مهلت توافق با شهرک نشین‌ها 3 هفته دیگر است. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل مکررن با اخراج اجباری و تخریب خانه ها در شرق اورشلیم مخالفت کردند. The situation with regard to evictions of Palestinian families. اخراج احتمالی خانواده های فلسطینی از محله شیخ جراح مایه نگرانی بسیار است. تکرار میکنم، این کار بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر غیر قانونی است و تنها باعث شدتگیری درگیری ها میشود. به گزارش آسوشیتد پرس، نهاد اسرائیلی بیتسلم و دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک در آخرین گزارش خود سیاست های اسرائیل در اورشلیم را تبعیض آمیز و نمونه ای از آپارتاید خوانده اند. اما اسرائیل آن را رد کرده و میگوید با تمام ساکنان اورشلیم عادلانه و یکسان رفتار می شود.